یه کمپرسور 70 اسب کوپلن داریم، سیمپیچ سوخته، گوشا گشاد کردن، ما خط افتادگی کمی هم روی میلنگ داریم. با همدیگه دوباره میخوایم بررسی بکنیم چرا این کمپرسور خراب شده، ارسال شده به کارگاه گروه مهندسی مهرسپند. ببینید یه نکته جالب، ببینید خط افتادگی روی پیستونا وجود داره، بعضی پیستونا آسیب شدید دیدن. ببینید به چه صورتی در اومده، داخل رو نگاه کنیم، پیستون رو میبینید چه وضعیتی پیدا کرده. سیلندر رو خط زیادی داره، بوش سیلندر باید بخوره. ببینید تمام سیلندرها نیاز به بوش سیلندر دارن. خب ما میایم بررسی میکنیم، اولین نکته ای که ما میبینیم والف پلیت ها هستن. توی والف پلیت ها میبینید بعضی سوپاپ های دیسچارج نیستن، سوپاپ های دیسچارج شکستن، میبینید از بیخ شکستن. چه اتفاقی میفته که سوپاپ دیسچارج میشکنه؟ وقتی که مایع مبرد وارد سیلندر میشه، این مایع مبرد وقتی که تراکم داره اتفاق میفته، تراکم ناپذیره، حرارت که میره بالا، فشار که میره بالا، به حالت انفجاری در میاد، میتونه تا 100,000 PSI فشار ایجاد بکنه. روی پیستونه رو میبینید چه حالتی شده، روغن رو رو دیواره سیلندر هم میشوره. وقتی که انفجار صورت میگیره قطعات مختلفی میشکنن. راحت ترین قطعه سوپاپ دیسچارج هست، معمولا اولین قطعه ای که میشکنه سوپاپ دیسچارج هست، این معموله. پس سوپاپ دیسچارج میشکنه، باعث میشه پیستون ها زخمی بشن. میبینی به چه صورتی در میاد؟ خب پیستون های ما زخمی میشن، میتونه خود شاتون ها پیستون ها زمانی که مایع مبرد حجمش زیاده وارد کمپرسور میشه، خود شاتون ها و پیستون ها بشکنه. تو خیلی هم موارد ما دیدیم دیگه، فیلم ها هم نشون دادم که میلنگ حتی میشکنه. پس برگشت مایع مبرد یا فلودینگ استارت میتونه باعث چنین آسیب هایی بشه. باید به این نکته دقت کرد. هر موقع چنین مشکلی پیش میاد ما به کارفرما یا صاحب کمپرسور اعلام میکنیم که برید اکسپنشن رو بررسی کنید، برید لوله کشی رو بررسی بکنید، چون دوباره این کمپرسور نصب بشه دوباره همین آسیب ها وجود خواهد داشت.